آمادگی سیاسیون افغان برای سفر به قطر. هیئت 100 نفری سیاسیون افغان روز پنجشنبه به قطر می رود. و در صورتی که حکومت به توافق نرسه با تعداد شرکت کنندگانی که دو طرف به هم دیگر قانی شوند، طبیعتاً سیاسیون تحت امو نظر جناب رئیس کرزی روز پنجشنبه ان شاء الله شرکت خواهند. اعلام مقاطعه عبدالله بالوی جرگه مشورتی صلح. تیم ثبات و همگرایی میگوید که با آنان در مورد لوی جرگه مشوره نشده است. و اظهارات وزیر خارجه ایران در مورد اقدامات اخیر امریکا. جواد ظریف میگوید که کشورهای جهان باید موقفشان را در برابر تصمیم امریکا در مورد ایران واضح سازند. منم خدا و با عرض سلام به مجموعه خبرین ساعت از کابل نیوز، با من صدیق فیروز خوش آمدید. امروز یک شنبه 25 حمل سال 1398 هجری شمسی که برابر می شود به 14 اپریل سال 2019 میلادی. مشروع خبرها. هیئت 100 نفری سیاسیون افغان روز پنجشنبه به قطر می رود. لست اعضای این هیئت روز شنبه و یک شنبه در خانه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور آماده شده است. رهبران سیاسی میگویند که اگر با حکومت به توافق نرسند، آنان خود به قطر خواهند رفت. گفته می شود که امیر قطر می خواهد تا نماز جمعه آینده را با سیاسیون افغان یک جا ادا کند. رهبران و نمایندگان احزاب سیاسی لیستشان را برای اشتراک در کنفرانس قطر نهایی کردند. در کنفرانس قطر که به تاریخ 20 و 21 اپریل برای دو روز برگزار می شود، سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان مسلح نظریاتشان را در رابطه با صلح و وضعیت جاری در کشور شریک می سازند. در این کنفرانس نزدیک به 150 تن اشتراک می کنند که 100 تن آنان سهم رهبران و احزاب سیاسی است. حکومت تا هنوز با سیاسیون به لیست های مشترک به توافق نرسیده است، اما نمایندگان احزاب سیاسی لیست 100 نفریشان را در خانه حامد کرزی جمهور پیشین تکمیل کردند. در خانه جناب رئیس کرزی باز سیاسیون نشسته کردن و در اونجا سر یک لیست یک تعداد برادرها تعیین شد که ترتیب بکنن که حدود شاید 100 نفر بشه و اون لیست در صورت که حکومت اگر به توافق رسید که با هیئت با سیاسیون یک جا با اون سر یک لیست با توافق برسن و برن، که کار بسیار نیک و خوبی است. و در صورت که حکومت به او به توافق نرسه با تعداد شرکت کنندگانی که دو طرف به هم دیگر قانی شوند، طبیعتاً سیاسیون تحت امو نظر جناب رئیس کرزی روز پنجشنبه ان شاء الله شرکت خواهد کرد. تعدادشون 100 نفره. شاید 100 نفر باشه، حدود 100 نفر امکان داره. حکومت متهم است که بر اشتراک کنندگان کنفرانس قطر محرومیت وضع می کند و در این هیئت بر شمولیت افراد تاکید می کند که طرفدار صلح با طالبان مسلح نیستند. عمر داودزی رئیس دانشگاه شورای عالی صلح روز شنبه به نمایندگی از حکومت در یک کنفرانس خبری گفت که نشست رهبران سیاسی در ارگ به دلیل تکمیل نشدن گزارش های کمیته های تعیین شده به تعویق افتاده است، اما رهبران سیاسی و نمایندگان احزاب سیاسی می گویند که حکومت تلاش می کند تا کنفرانس قطر را تا فرا رسیدن تاریخ لوی جرگه مشورت بعد تبیق بیندازد. قرار است که روز پنجشنبه هیئت رهبران سیاسی از کابل به دوحه سفر کنند و نماز روز جمعه را به خواست امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ادا کنند. تیم ثبات و همگرایی بر رهبری عبدالله بالوی جرگه مشورتی سال اعلام مقاطعه کرده است. این تیم انتخاباتی میگوید که تیم آنان بر رهبری عبدالله در نشست تحت نام لوی جرگه مشورتی سال اشتراک نمی کند و این نشست را برای حل مشکلات کنونی افغانستان مفید نمی‌دانند. این تیم انتخاباتی می‌گوید که با رئیس اجرائیه و تیم آنان و احزاب شامل در این تیم در مورد لوی جرگه هیچ گونه مشوره‌ای صورت نگرفته است. اما سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید که تیم ثبات و همگرایی پیش از این نگرانیش را با آنان شریک نکرده است و قرار است که
رئیس جمهور غنی با عبدالله عبدالله ملاقات کند و تصمیم مناسب بگیرد. اعلام مقاطعه عبدالله عبدالله با لوی جرگه در حالی است که برخی افراد اظهار نگرانی می کنند که شاید رئیس جمهور غنی از طریق جرگه مدت قدرتش را تمدید کند. سران حکومت وحدت ملی در رابطه با لوی جرگه مشورتی با هم توافق ندارند. تیم ثبات و همگرایی بر رهبری دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روز یکشنبه با نشر اعلامیه با برگزاری لوی جرگه اعلام مقاطعه کرد و میگوید که در این مورد با آنان هیچ گونه مشوره نشده است. این تیم انتخاباتی میگوید که در این نشست تحت عنوان لوی جرگه مشورتی سال اشتراک نمیکند و این نشست را در بخش حل مشکلات کنونی افغانستان مؤثر نمیداند. ما در تیم ثبات و همگرایی نه در سطح احزاب و شخصیت‌های شامل این تیم و نه در سطح حکومت تا این مرحله طرف مشوره برای برگزاری چنین نشست نبوده ایم و در عین حال دلایل قانع بخش برای این نشست نیز سراغ نداریم. بنابراین تیم ثبات و همگرایی بر رهبری دکتر عبدالله عبدالله در نشست لوی جرگه مشورتی سال اشتراک نمی کند. این نگرانی ها در رابطه با لوی جرگه مشورتی سال وجود دارد که ممکن رئیس جمهور غنی از برگزاری این جرگه برای گسترش دوره کاریش بهره برداری کند. همزمان با اعلام مقاطعه تیم انتخاباتی بر رهبری رئیس اجرایی، گزارش‌هایی نیز وجود دارد که ممکن بخش بزرگی از رهبران سیاسی و احزاب سیاسی نیز با لوی جرگه مشورتی سال اعلام مقاطعه کنند. مقام های امریکایی با بانک جهانی و کمک کنندگان بین المللی در رابطه با پلان های بعد از صلح افغانستان گفتگو کردند. بخش آسیای جنوبی وزارت خارجه امریکا می گوید که الس ویلز معین وزارت خارجه امریکا در بخش آسیای جنوبی یک جا با معاون نماینده خاص امریکا در بخش صلح افغانستان، مقام های افغان و کمک کنندگان بین المللی بر تقویت سکتور خصوصی و کمک های جامعه جهانی پس از صلح افغانستان گفتگو کرده است. گفته می شود که ایالات متحده در صورت صلح با طالبان مسلح 18 میلیارد دلار را برای مناطق در نظر گرفته است که در 18 سال گذشته شاهد جنگ بوده است. در همین حال گزارش های نیز وجود دارد که امریکا از اداره انکشافی ایالات متحده امریکا خواست است تا پروژه های بزرگش را الا تامین صلح به تطبیق بیندازد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که طرح بودجه انتخابات آینده ریاست جمهوری را با حکومت شریک کردند. مسئولان کمیسیون های انتخاباتی و شکایات انتخاباتی در یک نشست خبری گفتند که انتخابات آینده ریاست جمهوری بیش از 200 میلیون دلار هزینه برمی دارد که در این مورد میان کمیسیون های انتخاباتی و وزارت مالیه بس ها جریان دارد. در همین حال کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میگوید که بر نتایج نهایی حوزه کوچی ها و ولایت کابل کار جریان دارد و در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. در حالی که جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده به افغانستان تا اکنون در رابطه با بودجه انتخابات ریاست جمهوری به حکومت افغانستان اطمینان ندادند، کمیسیون انتخابات میگوید که طرح بودجه انتخابات ریاست جمهوری را نهایی کرده است. مسئولان کمیسیون های انتخاباتی که در نشست در مورد اهمیت سهم زنان در انتخابات صحبت میکردند میگویند که انتخابات ریاست جمهوری 207 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد که کمیسیون های انتخاباتی طرح آن را به وزارت مالیه فرستادند. بودجه را که بسیار مهم بود 200.4 میلیون دلار هست که این را ما برای وزارت مالیه ارسال کردیم و نشست ما کتی وزیر مالیه بود امرایشان شیشتیم. البته در این بودجه 200.7 میلیون دلار کلش بودجه امی انتخابات است که در او یک بخش بودجه کمیسیون شکایت انتخاباتی را هم در بر میگیره، این را ما خلاص کردیم. مسئولان میگویند که نتیجه انتخابات آینده ریاست جمهوری در دو روز اعلام خواهد شد و توافقنامه در بخش اصلاح سازی سیستم بایومتریک با اداره ملی احصایه امضا خواهد شد. ما در این قسمت همراه ریاست محترم احصایه به تفاهم رسیدیم که این دیوایس ها باید به او شکل در این دفعه نباشه، باید منظم کار به وقت آغاز شود و پروسه آنلاین باشه. اگر خواست خدا باشه که ما در بسیار یعنی مدت یک روز یا دو روز نتایج انتخابات اعلام بکنیم. مسئول کمیسیون شکایت انتخاباتی در این نشست در رابطه با اهمیت سهم زنان در انتخابات میگویند که بر نتایج کابل و حوزه های کوچی ها کار جریان دارد و به زودی اعلام می شود. حوزه کوچی ها و حوزه کابل
که او را نمیتونیم به تنهایی ما تصمیم بگیریم. درست است که صلاحیت است کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون انتخابات هست، ولی با مشوره هم و یک رای بیرون رفته که واقعا در خلای در روشنایی قانون و خلای معلوماتی وجود نداشته باشه، یعنی باشه هواگی شریک باشه در این پروسه. مسئولان وزارت امور زنان در این نشست میگویند که قرارداد را با اداره های امنیتی و کمیسیون های انتخاباتی امضا کردند که بر اساس آن بخش از امنیت انتخابات آینده را زنان بر عهده خواهند داشت. مسئولان میگویند که 33% زنان در انتخابات گذشته ولوسی جرگه اشتراک کرده بودند که در مقایسه با انتخابات گذشته به سابقه بود. محمود صیقل به دلیل برخورد نامناسب وزارت خارجه استعفا کرد. محمود صیقل نماینده دائمی پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد به دلیل نابسامانی‌های موجود در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور از ادامه کار در وزارت خارجه استعفا داده است. صیقل در متن استعفانامه خود گفته است که نابسامانی‌های سیاست داخلی و حکومتداری تأثیرات ناگوار خود را بالای سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی به بار آورده است. صیقل همچنان علاوه کرده است که برای بهبود نابسامانی‌های موجود پیشنهادات نیز بر رهبران حکومت داشته است، اما بیشتر از 6 ماه می شود که پاسخ مثبت از جانب حکومت دریافت نکرده است. نشست بزرگ مردمی که روز یکشنبه در میرانشاه وزیرستان شمالی از سوی جنبش نجات پشتونها فرا خوانده شده بود با اشتراک هزاران باشنده محل برگزار شد. آنان در مورد جلوگیری از قتل‌های هدفمند در مناطق قبایلی، پاککاری مناطق از وجود ماین‌ها، رهایی افراد ناپدید شده از سوی اردوی پاکستان بر خواست‌هایشان تأکید کردند. محسن داور، یک تن از رهبران نجات پشتون‌ها، می‌گوید که هدف این گرد همایی پایان دادن به قتل‌های هدفمند و تامین صلح دائمی است. جنبش نجات پشتون‌ها با ادامه گردهمایی‌های حق طلبانش برای پشتون‌ها گردهمایی دیگری را به تاریخ 14 اپریل در میرانشاه وزیرستان شمالی با اشتراک هزاران تن برگزار کرد. اشتراک کنندگان این گردهمایی باری دیگر در کنار متوقف شدن قتل‌های هدفمند در مناطق قبایلی، خواهان پاکسازی این ساحات از ماین‌ها و رهایی افراد ناپدید شده سوی اردوی پاکستان شدند. محسن داور، یک تن از سران جنبش نجات پشتون‌ها، می‌گوید که هدف آنان از این گردهمایی پایان دادن به قتل‌های هدفمند و تامین صلح دائمی است. هزاران تن از اشتراک کنندگان این گردهمایی ظلم و تشدد و ایرانی‌ها و جنگ تبلیغاتی حکومت و اردوی پاکستان را محکوم کردند و بر اتحاد مردم در برابر این اعمال حکومت و اردوی پاکستان تاکید کردند. افراد سیاب خطر، عضو رهبری حزب نشنل عوامی و اشتراک کننده این گردهمایی، میگوید که وزیرستان با اتکا بر نیروی عدم تشدد و صلح‌آمیز حرف میزند، اما رسانه‌های پاکستانی این صدا را منعکس نمی‌کنند. سران جنبش نجات پشتون‌ها همچنان گفتند که افتتاح راه غلامخان با افغانستان نیز یکی از خواست‌های اساسی آنان است. حکومت و اداره‌های امنیتی پاکستان تا اکنون در برابر خواست‌های جنبش نجات پشتون‌ها گفتند که بیشتر خواست‌های این جنبش بجاست و آنان برای حل این مشکلات تلاش می‌کنند. نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که سرنوشت مبهم افتتاح شورای ملی دیگر قابل قبول نیست. دیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می‌گوید که در رابطه با عدم افتتاح شورای ملی نگران هستند و از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد که هرچه زودتر سرنوشت شورای ملی را مشخص کنند. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که پس از اعلام نهایی تمامی حوزه های انتخاباتی در مورد افتتاح شورای ملی نیز تصمیم گرفته خواهد شد. قرار بود که شورای ملی به تاریخ 15 مهود افتتاح شود، اما این بار به دلیل جنجالی شدن نتایج انتخابات گذشته پارلمانی با گذشت 1.5 ماه هنوز هم افتتاح شورای ملی با سرنوشت مبهم مواجه است. تیفا یا نهاد انتخابات شفاف افغانستان از عدم افتتاح شورای ملی ابراز نگرانی میکند و از کمیسیون‌های انتخاباتی میخواهد تا هر چیز زودتر سرنوشت شورای ملی را روشن کند و شورای ملی افتتاح شود. آنان بر کمیسیون‌های انتخاباتی نیز انتقاد میکنند که مسئولیت شان را در این بخش به گونه درست انجام ندادند. پارلمان باید مطابق قانون هر چیز زودتر آغاز شود، البته با اعضای جدید، اما با تاسف که کمیسیون‌ها کارخانگی خود انجام ندادند و توقع ما است که هر چیز زودتر انجام بدن. ما یک ماش بتونیم شاهد افتتاح ولسی جرگه باشیم و البته با اعضای جدید و کسایی که میتونن بهتر کار کنن و واقعا
اونا درست انتخاب شدن به اساس رای مردم. فیفا در حال بر کمیسیون های انتخابات انتقاد می کند که اعضای شورای ملی خواهان افتتاح پارلمان در حضور وکیلان برحال هستند. آگاهان سیاسی می گویند که تأخیر در افتتاح شورای ملی خلای قوای مقننه را ایجاد کرده است که این کار مشروعیت نظام را زیر سوال می برد. قانون خو متاسفانه چې زموږ قانون صرف ستا بیچاره در پدر دی خپه کړی دی پالماری کې پروت دی. کم قانون خبره مشکو ای کاش چې په افغانستان کې قانون پلی سوی وای او قانون ته یو څوک ژمن وای. قانون ته صرف غریب بیچاره ژمن دی. قانون خو د زورور د پاره ستنه. اول ستا قانون دغه حکومت وستا قانونی دی. کم ځای قانونی دی چې موږ د پارلمان خبره وکړو. همزمان با این کمیسیون انتخابات میگوید که پس از اعلام نتایج نهایی تمام حوزه های انتخاباتی در رابطه به افتتاح شورای ملی تصمیم خواهد گرفت. تر اوسه پوری پمده باندې کار کیږي د کارونو د لپاره لومړی توپ هم دغه دی چې باید د ټولو ولایتونو وروسته نهایی پایلې اعلان شي. په ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره هم په دې اړه باندې څو جلسې ترسره شوې دي او له دوی څخه هم د دې غوښتنه شوې ده څومره ځل چې کیږي باید په دې اړه باندې دوی هم لاس په کار شي او د پاتو ولایتونو وروسته نهایی پایلې موږ سره شریکې شي. له هغې وروسته بیا د پارلمان د پرانیست پارلمان تصمیم وکړي. تیفا یا نهاد انتخابات شفاف افغانستان در حال از عدم افتتاح شورای ملی ابراز نگرانی می کند که قرار بود شورای ملی با تاریخ 15 مهود افتتاح شود، اما با گفته وکیلان برحال رئیس جمهور غنی با وجود آمادگی های کامل با افتتاح دوره جدید سال تقنینی شورای ملی مخالفت نشان داد. در درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولایت قندوز بیشتر آسیب به افراد ملکی رسیده است. از تیروز به این سو درگیری شدید در ولایت قندوز جریان دارد که در نتیجه آن بر صدها فرد ملکی تلفات وارد شده و بیشتر مردم به ترک مناطقشان مجبور شدند. اما مسئولان امنیتی ولایت قندوز میگویند که وضعیت این ولایت به حالت عادی برگشته است و به تعداد زیادی از طالبان مسلح تلفات وارد کردند. همزمان با اعلام عملیات بهاری از سوی طالبان مسلح در اکثر ولایات کشور جنگ ها بار دیگر شدت یافت است و هر دو طرف جنگ ادعا می کنند که بر یکدیگر تلفات وارد کردند. اما قربانیان اصلی این جنگ افراد ملکی هستند، زیرا تنها در 3 روز درگیری در ولایت قندوز شمار زیادی از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. طالبان مسلح پس از ولسوالی 4 دره این ولایت حملاتشان را بر مرکز این ولایت نیز آغاز کردند که در نتیجه آن شماری از خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند. یک تعداد برآمد، یک تعداد مانده. دیگه جنگ زو دیگه حالت جنگ مردم به طرف شهر رفتار است کم برام برای سو مردم چه یک وقت وقفه که میگیرن باز مردم میبره باز که جنگ میشه مردم پاس جای به جای دا اشپه د 2 بجو نه راهیسی چې جنگ شروع شوی ده په چرخاو باندې او پلودینو کې په دې شاخه منطقو کې جنگ شروع شوی ده. نو موږ دولت نه دا خواسته چې روره چې صلح وکي یو همدردی و که مونگ سره در ساعت متعدد کندوز و متعدد مرکز کندوز و ولسوالی 4 دره آغاز یافت که در نتیجه الا ساعت 6 بسیار هجوم قوی را نیروهای مخالفین مسلح بالای پوسته ها و پاسگاه های امنیتی افراز کردن که در نتیجه 3 پوسته پلیس ما سقوط کرده و تعداد از نیروهای امنیتی هم به شهادت رسیده و مجروح شدن. بیشتر زخمی های جنگ قندوز که به شفاخانه مرکزی انتقال یافتند میگویند که طالبان مسلح به حومه های شهر رسیدند و در این جنگ تلفات به افراد ملکی وارد شده است. ما گفتم دیگه یه چیه صدا کردم کسی جواب ندن دم کسی نمد که کمکی بیاره آمره همه تامده به هر کسی که آمده بود آمده دادم در پیشی چی نو چی من باید همونج استاده بدن. من خودم هم اوگار شدم نفرات گرفتم خودم هم راکت مرمی چرد داشت. چند نفر زخمی و شهید خودت دیدیم؟ شهید هم ندیدیم زخمی را 7 تا 8 تا ندیدیم. جنگ لعمل تنن سر تراتو بجو پوری مگه تا طول یو دیست نه دیست نفر زخمی هم داری دید اوشتاک نفر حالت دفاوت شهید هم مرین ندید سپردی کنی زمین هم دید و ملکیم دید زنان هم دید و اطفال هم دید. اما مسئولان امنیتی قندوز میگویند که حملات طالبان مسلح به عقب رانده شده است و اکنون علاوه بر شهر وضعیت در ولسوالی 4 دره نیز به حالت عادی برگشته است. مسئولان میگویند که طالبان مسلح سرکوب شدند و پس از این توانایی حملات مشابه را ندارند. دشمنان مردم افغانستان یک بار دیگر خواست کارامش
مردم شریف نجیب ولایت قندوز بان رحم بزنه. قراره که شما از نزدیک ملاحظه میکنید نیروهای امنیتی شما با دشمنان مردم افغانستان ضربات سخت وارد کرده و با مردم شریف نجیب ولایت قندوز اطمینان میتم که دشمنان مردم افغانستان هیچ کار در ولایت قندوز کرده نمیتونن. مطمئن باشن در کار و روزگار روزمره خود دامه بتن، هیچ مشکل ان شاء الله وجود نداره. طالبان مسلح از چند روز به این سو علاوه بر قندوز بر پوسته های امنیتی در ولایات همجوار قندوز نیز آغاز کردند که در نتیجه آن به هر دو طرف تلفات وارد شده است. وزارت ترانسپورت میگوید که به دلیل مسدود شدن فضای پاکستان 12 میلیون دلار به افغانستان خساره وارد شده است. مسئولان اداره هماهنگی ملکی میگویند که مسدود شدن فضای پاکستان برای پروازهای افغانستان بر عواید افغانستان خساره وارد کرده است، اما راه‌های بدیل جدیدی را برای هند و چین پیدا کردند. در همین حال وزیر مخابرات در کنار جمع‌آوری سیم کارت‌های غیرقانونی از اداره اطراف خواست که در مدت یک ماه مشکلات را حل و به تعهدات خود عمل کند. روز یکشنبه به ادامه گزارش دهی ادارهای حکومتی به مرکز رسانه‌های حکومتی نیز چندین اداره جزئیات کاری گذشته‌شان را با رسانه‌ها شریک کردند. سرپرست وزارت ترانسپورت میگوید کلابر مصرف 97% بودجه سال گذشته در بخش احداث خط آهن نیز پیشرفت کرده است و برای سکتور سرک‌ها نیز استراتژی 5 ساله آماده کرده است. اما مسئولان اداره هماهنگی ملکی میگویند که خطوط هوایی کشور به دلیل مسدود شدن فضای پاکستان متضرر شده است. افغانستان 12 میلیون دلار عواید عبوری را از این درک از دست داده است. سال مالی 1397 وزارت فواید عامه 18.5 میلیارد افغانی را از بودجه خود به مصرف رسانید که مساوی با 97.5% مصرف بودجهش می شد. استراتژی که برای اداره ملی سرکا آماده شده بر 5 سال است. به صورت مجموعی و تقریبی تا کنون ما بیش از 12 میلیون دلار از بابت عواید عبوری که داشتیم خسارت دیدیم و ضرر کردیم. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نیز در کنار روند جمع‌آوری سیم کارت‌های ثبت نشده به اداره‌های اطراف یک ماه مهلت داده است تا تعهداتش را عملی نموده و مشکلات موجود در بخش مخابرات را حل کند. در همین حال اداره ملی احصایه و معلومات میگویند که با انجام 31 فعالیت عمده در سال گذشته 120,350 جلد تذکره الکترونیک و 5.4 میلیون جلد تذکره کاغذی را توزیع نموده است. نو دې بخاطر باندې دوی سره مکار کوي چې پګ مشکیز موږ ټول مشکلات باید حل کړي. ډیټابیس مکمل الکترونیکی کتابای اساس تذکره آماده میشه که دیتا انتری ازی شاید بین یک تا دو ماه آینده را وقت بگیره که ما با استفاده از این معلومات میتونیم که سرعت کار ما را در توزیع تذکره الکترونیکی، تذکره ورقی و تایید بالا ببریم. هرچند اداره‌های حکومتی سال 1397 را پر از دستاوردها می‌خوانند، اما نهادهای ناظر بلند رفتن سطح فقر و بیکاری، بیوکراسی و فساد اداری را از جمله موانع عمده در برابر پیشرفت‌های اجتماعی می‌خوانند. خبرهای خارج از کشور پس از این مقطع. بازم خوشمده در دامه خبرهای جهان. ایران از کشورهای جهان خواست است که در پیوند به معرفی سپاه پاسداران ایران از به عنوان گروه تروریستی از سوی امریکا موقفشان را واضح کنند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت است که به تمامی وزرای خارجه کشورهای جهان نسبت به این اقدام غیرقانونی واشنگتن پیام می‌فرستد و از آنان خواهد خواست که در این مورد موقفشان را واضح کنند. ظریف هشدار داده است که این اقدام خطرناک آمریکا پیامدهای ناگواری خواهد داشت. در همین حال وزیر خارجه آمریکا میگوید سرمایه گذاری ایران در آمریکای لاتین و حضور مالی آنان برای جهان تهدید است. به شمول دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شمار زیاد اعضای جمهوری خواه در مورد اظهارات یک عضو مسلمان کنگرس آمریکا در پیوند بر رویداد 11 سپتامبر واکنش جدی نشان دادند. ایهان عمر که یکی از دو زن مسلمان در کنگرس آمریکا است گفته است که در حملات 11 سپتامبر چند فرد محدود دست داشت، اما زندگی تمامی مسلمان ها در ایالات متحده آمریکا متاثر شده و آزادی های مدنی خود را از دست دادند. پس از این اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با نشر تصاویر رویداد 11 سپتامبر نوشته است که
ما هیچگاه این را فراموش نمی کنیم. در مقابل یک شرابخانه در شهر ملبرون استرالیا شلیک شده است. گزارش ها می رساند که در این رویداد یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته است که در میان قربانیان این رویداد 3 تن آنان محافظین هستند. منبع افزوده است که تاکنون در مورد انگیزه این رویداد چیز گفتن نمی توانند. این رویداد در حالی رخ می دهد که از 2 دهه به این سو قوانین سختگیرانه بر حمل سلاح در استرالیا وضع شده است. مجموعه خبری ما در همین جا پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. در ادامه بیننده دیگر برنامه های کابل‌نیوز باشید. وقتتان خوش و نگهدار.